حسین احمدی نیاز حقوقدان از آمستردام با ماست. آقای احمدی نیاز، بسیار دردناک اینطور نیستش که بعد از این همه زمان هنوز اونها نتونستن به خواسته های اولیه‌شون هم برسن؟ من چون وکیل این دختران بودم میبینم و دیدم که چگونه در جمهوری اسلامی ایران این دختران که نمونه عینی زنان ستم دیده در ایران هستند مشمول بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند. ببینید 28 دختر دانش آموز به علت بی‌مبالاتی، بی‌مسئولیتی، بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در یک روز سرد پاییز دچار آتش سوزی شدند. جمهوری اسلامی ایران مسبب این حادثه بود، اما هرگز به تکالیف خودش در قبال این دختران عمل نکرد. از دیگر سو قانون مجازات اسلامی جدید ماده 560 تصریحا اعلام میکنه هرگاه دی زن مازاد بر سلس دی مرد باشه، دی زن نصف میشه، یعنی جنسیت باعث نابرابری دیه و نصف بودن یا تنصیف دیه میشه. این نمونه عینی ستم موجود در ایران علیه زنان هست. ما الان در جنبش زن زندگی آزادی قرار داریم. زنان برای احقاق حقوق خودشون، برای رفع تبعیض، ستم و نابرابری موجود دارن، شعار میدن، اعتراض میکنن، کشته میشوند و در مقابل گلوله ها مستقیم قرار میگیرن. چون پرونده دختران شیناباد که من وکیلشون بودم نمونه عینی این موارد هست. این دختران 10 سال است زیر تیغ جراحی میرن. بیش از 1000 مورد عمل جراحی بر این صورت نازنین دختران صورت گرفته، اما هرگز این دختران به شکل اولیه خود باز نگشتن و پروسه درمان اینها هنوز تکمیل نشده. جمهوری اسلامی ایران به بنا به دلایل عدیده ای مانع اعزام این دختران به خارج از کشور شد. خود قوه قضاییه و قانون در ایران ناتوان از احقاق حقوق دختران بود، چون قانون مانع این امر بود. چه بود آقای احمدی نیاز؟ توجیهشون چه بود که اجازه نمیدادن این دختران به خارج از کشور برن؟ نهادهای امنیتی اعلام می‌کردن اگر این دختران به خارج از کشور برن، میگن که زنان در 43 سال جمهوری اسلامی چنین چیزی هستند. اینها نمونه زنان در ایران هستند. این نشان از کارکرد مدیریت جمهوری اسلامی نسبت به زنان هست. ببینید کودکان شیناباد از رسانه برخوردار بودند که قسمتی از دیه برابر اینها رو تونستیم بگیریم، فقط با کمک رسانه. دادگاه در ایران ناتوان و ضعیف بود. دادگاه در ایران هرگز به ما کمک نکرد که حقوق اینها رو بگیریم، بلکه رسانه ها. خود همین ایران اینترنشنال کرارن من گفتگو داشتم در باب وضعیت وحشتناک این دختران. اگر رسانه نبود این دختران به طور کامل فراموش می شدن و از بین می رفتن. صدها دختر دیگه در حال حاضر در ایران مثل این دختران زیر ستم قرار دارن و هنوز که هنوز از ماده 560 از قانون مجازات اسلامی بخش عمده ای از حقوق زنان را در ایران صرفاً به خاطر زن بودن داره پایمال میکنه. این نمونه عینی عرض میکنم دختران شیناباد نمونه عینی حقوق زنان ایران در جنبش زن زندگی آزادی است و امروز که سالگرد این حادثه شوم و دهشتناک است، نمونه عینی اینه که در این 43 سال بر زنان ایران در جمهوری اسلامی چه گذشته است. این دختران روحشون، روانشون، زندگیشون پایمال شده به خاطر بیمسئولیتی، بیلیاقتی و بیکفایتی مسئولین جمهوری اسلامی. این دختران دوست دارن مثل مابقی دختران سراسر جهان شادی بکنن، دوست دارن علنگو در دست داشته باشن، دوست دارن گوشواره داشته باشن، موسیقی بزنن، اما اونها ناتوان از این امر هستن، چون شاد زیستن را جمهوری اسلامی ایران از اینها ستانده است و اونها افسوس فراوان که دادشون به هیچ جا نمیرسد. آقای احمدی نیاز، چون خودتون درگیر این پرونده بودید، آیا هیچ موقع موفق شدید که کسی رو یا نهادی رو یا ارگانی رو مسئول این اتفاق معرفی بکنید؟
من شکایت کردم در دادسرای محل وقوع جرم، اما خب سوابق در رسانه ها وجود داره. دادستان پیرانشهر بلافاصله مانع حضور من در پیرانشهر شد و حتی قصد بازداشت من رو داشت، که دختران شیناباد که اکنون برنامه رو میبینن مانع این امر شدن. شوربختان قوه قضاییه با همکاری نهادهای امنیتی مانع این امر شد. تلاش فراوانی کردیم که وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسبب این امر پاسخگو باشه، اما هرگز این پاسخگویی صورت نگرفت. دولت جمهوری اسلامی چه در دولت احمدی نژاد، چه در دولت روحانی و چه در این دولت رئیسی مسببات دروغین فراوانی داشت، وعده‌های فراوانی دادن، اما متأسفانه هیچ کدوم از اینها به منصه ظهور نرسید. درمان دختران به شکل قطره چکانی صورت می‌گرفت، چون به شکل منتبار و خفتباری به این دختران کمک می‌شد. این در حالی است که این تکلیف و وظیفه دولت ایران بود که این دختران را درمان بکنه. قانون مسئولیت مدنی به طور کامل در این زمینه دولت ایران را ملزم و مکلف به این امر میکنه، اما متاسفانه قانون در این زمینه ناتوان بود و دولت تن به مسئولیت خودش در قبال دختران شیناباد نمیداد. بازم تاکید میکنم داستان دختران شیناباد نمونه عینی از تبعیض، ظلم، بی‌عدالتی و بی‌مسئولیتی حکمرانان جمهوری اسلامی در قبال زنان، در قبال اقلیت‌ها، در قبال شهروندان ایرانی است. ممنونم از شما حسین احمدی نیاز، حقوقدان از آمستردام هلند.